امروز در بخش حال شما در رابطه با حساسیت های فصلی صحبت داریم با دکتر فردین فضل متخصص طب فامیلی شما اگر سوالی دارین میتونین تماس بگیرید با برنامه شماره تماس ما و 8656 هست و شما میتونین سوالاتتان خودتان با مهمان ما شریک بسازین سلام صبح بخیر خوش اومدین صبح شما هم بخیر صبح بینندهای رای طلاب بخیر امیدوار استم موضوعی را که بحث میکنیم مورد دلچسپی و علاقه مندی قرار بگیره در زم مطمئن استم کسایی که یا عزیز ما که یا خودشان یا اعضای خانوادهشان ام. از مشکل اصاسیت های فصلی رنج میبرن با دیدن این برنامه مطمئنن بسیاری از سوالایی که در ذهنشان هست جوابشان میگرن بسیار خوش آمدین جناب دکتر سفردی. در نخست میخوایم تعریف داشته باشیم از خود حساسیت های فصلی که چی بوده خوب از پیش از که روی اصل مسئله تماس بگیریم مثلا عنوان بهتر است که اول یک تعریف فشرده از حساسیت داشته باشیم شاید شما در طول زندگی اکثرت ما یا شاهد بودیم یا شنیدیم که فلان کس در مقابل فلان دوا حساسیت داره یا فلان کس در مقابل این غذا حساسیت داره این حساسیت خودش چی هست؟ حتی با هوا با هوا بله حساسیت عبارت از اکسلعمل جدی شدید و بیش از حد سیستم مافیاتی وجود در مقابله یک سلسله از مواد است که دولت عادی او مواد امکان داره بی‌ضرر باشه ده. اما زمانی که سیستم مافیاتی وجود احساس میکنه که شاید امین مواد بر وجود مضر و خطرناک واقع شوا در مواجهه شدن وجود با این مواد یک اک اکسلعمل بیش از حد نشان میده که اکسلعمل لاستریق افروز یک سلسله مواد کیمیایی بدخل خون است که در نتیجه از او تغییرات کیمیایی که ایجاد میشه و حالت مرضی که ایجاد میشه می حساسیت است و مشخصا حساسیت فصلی یک شکل شایع از حساسیت ها است اه. که حدودا شاید 20 فیصد نفوس جهان از این مشکل رنج میبره و امور رقمی که از نامش معلوم است حساسیت فصلی در بعضی از فصلهای خاص سال بعضی افراد در مقابل بعضی موادی که در طبیعت در فصل مشخص سال پیدا میشه شاید حساس باشن و مشکلاتی از قبیل آبریزش بینی، سولفا، اضسای دوامدار، نفستنگی، تنفس صدادار این چیزا پیش ایجاد باور ها... یک با... موضوع دیگه باور خیلی از کسایی است که این واکنش هایی که نسبت به بعضی از چیزهای مشخص در یک فصل یک فرد داره فکر میکنن که دائم دا العمر همراهشان هست و به همین دلیل گاهی اوقات کوشش میکنن که گذاره کنن همراهش و هر فصل نه نرن پیش دکتر آیا واقعا همینطور است و دائم العمر ای فرد ای واکنش می داشته باشه نسبت به یک چیزی که همراهش حساسیت داره شاید او بوی یک عطر باشه یا بوی گل باشه یا هر چیز دیگری باشه بله اگر مشخصا حساسیت فصلی را در نظر بگیریم امکان داره با گذشت زمانی حساسیت تجدید پیدا بکنه امکان داره با گذشت زمانی ای... بهبود پیدا بکنه و امکان داره در طول, تا... طول حیات يعني... یک شخص به یک سطح با مو شدتش باقی بمانه اما خوشبختانه اکثریت حساستها با گذشت عمر شخص و با بزرگ شدن شخص ام... امکان داره به طرف بهبود اما حساستها که برای همیشه است نیاز است که مریض همیشه دوا بگیره نیاز ست ک همیشه مریض وقایه بکنه و از فکتورها حساستزا همیشه باید جلوگیری کنرلشد <تب> نه ما اگر مشخصا روی تداوی ازی بایم ک خوب بود که به ترتیب بعضی مساله بحث میکردیم دوا فقط دا وایس کې اروز مريض او نشونوای مرزه کاهښ مېته در زم اروز مريض مې خویم کنټرول وکړو او ان کې مرزه په کلي ریشکان وکنه شاید راهي وجود نه داشته باشه گرچه فعلاً واکسینو یزد حساسیت وجود دره دو شکل از واکسین یزد حساسیت موندریم کې واکسین است کې په شکل زرقی زیر پوست اجرا میشه واکه واکسین است کې په شکل ټاپليټ جوړ شده و مريض زیر زبان میگذاره روزانه استفاده میکنه ای تا هدی بیسوری اسوس، اسوسیاتورا کاهښ مېته او کنټرول میکنه شاید هم دیگر نیازی به دوا نباشه خصوصا حساسیت که فصلی را مشکلی که باز واکسینا داره هی است که اکثرن قابل دسترس نیست دوم قیمت شاید برع بعض یا قبول پرداخ نه باشه اوګه په دې کې مثال دا و باید په مدته تلونی استفاده یې وکړو مثلا وکسین کې زیره پوسس استفاده مېشه اکثرن باید مریض حدود 7 او 5 سالره استفاده وکنه او همشي ټابليټای زده حساسیت که از زیر زبان گزارته مېشه یي ټابليټه باید مریض روزانه ماهایر استفاده وکنه همو در اکثریت موارد مېشه کې وکسین بدیل ریشه کن ساختن حساسیت ها باشه دکتر در مورد موارد حساسیت هم صحبت بکنیم که کدام ها بوده میتونه اگر مشخصا موادی که حساسیت زیاد یا عواملی که حساسیت زیاد شاید در طبیعت بیشتر باشه یعن شاید تا حال بسیاری از موادی که حساسیتزا شناسای هم نشده باشه از بس که تعداد از اینها بیشتر هست اما مواد حساسیتزایی که باعث حساسیتهای فصلی در یک فصل مشخص سال میشه ای مواد تا اندازه شناسایی شدن بقید. ای فکتورها میتانه از محیط فضای بسته منزل که ما زندگی میکنیم یا محیط کاری تا فضای آزادی که ما گشتوگذار می کنیم شاید ده ای فضا پیدا شوه گرد و خاک، گرد و غبار، حشرات، یک سلسله از موادی که از حیوانات اهلی و خانگی مثلا موی حیوانات، پشم حیوانات، پر حیوانات اینو میتونه از جمله فاکتورهای حساسیت زا باشه گردی گل گردی نباتات از گیاها تمامش فاکتورهای حساسیت زا است بله در کدام سن سال بیشتر دیدن میشه حساسیت حساسیتو در هر سنه سالم كون دره پیدا شوه اما کمتر از دو سالگی در دوران شیرخورگی اصلا معمول نیس به کلی نادر است به خود رازی ای که ایجاد حساسیت در وجود زمانگیر است یعنی وجود دفتن شاید حساسیت نشانه تا زمانی که مواد شناسايي میکنه و در مقابل ازو حساس میشه شاید سالها را در بر بگیره به خاطر د اطفال کمتر از دو سال در دوران شیرخورگی اصلا شاید حساسیت نباشه و خوبه س کی جیاداري وکونیم اگر والدین گرامی یا داکتر صاحبای محترم متوجه میشن که یک طفل کمتر از دو سال با علایم حساسیت مه موارد دیگه را در نظر بگیرن که شاید مشکل طفل جای دیگه باشه علائم دکتر صفدین چی بوده اکثر علائم از علائم تنفسی است مریض امکان داره آبریزش بینی داشته باشه برد. بندش بینی داشته باشه حد دوامدار داشته باشه سرفه دوامدار باشه خیلی از افراد وقتی که مثلا یک سرماخوردگی عادی میگیرن این همینطور نشانه ها را میداشته داشته بشن. چطور یک فرد خودش را تشخیص بده که من حساسیت دارم در دا مقابل فلان چیز و این ریزش عادی نیست یک تماس هم داریم سلام صبح بخیر زهرا جان بفرمایید سوالتان را بپرسید سلام صبحتون بخیر من زهرا هستم از شهر غزنی یک سوال داشتم بفرمایید مدام که استاد صافی چرا واسه بار رنگ تا پیاده آیا تداوی داره تماس تا نظر را جان قط نکنین ببینیم دکتر سب کدام پرسشی از شما داره یا نی؟ چند سال شده حساسیت دارن؟ چند سال باشه؟ سه سال مشخص کردیم که واقعا در مقابل رنگ حساسیت داره؟ آقا در مقابل هر رنگ حساسیت داره خب دوا چیز گرفتین تا حاله برش تداوی کردین؟ آقا فیزیوکتر هست ایچی فایده نمکن درست است درست است سوالتان انشالله از طریق برنامه جواب میدیم. رنگ درست درست است فهمیده شد سوالتون گرفتیم میشه که از طریق برنامه گوش بکنیم خوب <تصحق> مورقم کې په پښتریو یادونه وکړم چې حساسیت تداویي اساسي حساسیتو جلوقري از یا دور نگهدشتن از مواد حساسیتزو است وختي کې از دې ماده مر محترم ماده حساسیتزو ش رنگ است خوباسو جلوقري وکنه اصلا د تموس به واقع نه شه به خود مواجین اساسه ای کلونترین تداوی است غیر از وغری مشکلاتوره د دواې چې فقط اراض مریضه کنټرول میکنه هغه مشکلشه به کلی رف نه میکنه چې وجود از مقابل امو رنگ حساس است بهتر از با امو مواجه خودن حساس است دکتر سپیک چیز است که خب تماس میگیریم دوباره برمیگردیم بانو عمید السلام صبحتون بخیر شما خوب هستید صبح شما هم بخیر <تصفح> تشکر میشه سوالتان مطرح بکنین بله میشه سوالتان مطرح بکنین سوال مدیم دکتر در دا باری همی سوال خودم این سیمو خیامان سوال کشد از دوتیت دا شروع میشه <تصفح> بله درستان. خب بسیار تشکر میکنیم سلامت باشین ما اول دوم گفتن حساسیتم شروع میشه درستان. و بیشتر افراد اشخاصی هستن هم که دیده میشن دکتر صاحب یک نکته ای است که خواهر ما که از غزنی تماس گرفته بودن فهمیدن که مادرشان همراهی رنگ حساسیت دارن یک تعداد کسا حتی نمیفهمند که من همراهی چی حساسیت دارم آنها چطور مثلا تدابی باید بکنن دا حساسو څو قدمه اول وظیفه مریض او وظیفه ډاکټر د مجموعياس کې

ردفشانی گلها هست اینها دچار حساسیت میشن که همی یک شکل حساسیت فصلی است بر این مردمها توسیعه ما ای هست که تا حد امکان کوشش کنن د فضای زندگی بکنند که اصلا با گل و گرده نباطات گیها مواجع نباشند و اگر از روی ناگذریها مواجع می باشن خوب از است. ماسک استفاده بکنن د مواقع چانس ازی است که گردای گل و گیا با اتاقشون انتشار بکنه پنجرهای خانه خود بسته بگذارن بل. اگر بیرون هم سفر میکنن مم. خوب است که شای موترشون بالا باشه دزم یک سلسله گپای دیگر هم باید در نظر بگیرن که با دکتر مراجع بکنن بتین از آقای نیاز هم بشنیم از شهر کابل دوباره برمی کردیم سلام صبحتان بخیر نیاز عزیز سلام علیکم شما هم بخیر سلام به شما و زندگان عزیز تلویزیون تلو سلامت باشین سوال تا میشه مطرح بکنی سوال ما از دکتر سب در مورد اساسیت جلدی است با خصوص در این ماه بهار جلد ما خب خارش میکنه و برلاغی از این هوا هم خصوصا چشم آب میزنه در فصل بهار معمولا وقتی که شمال میشه از آب باید. خب تشکر میکنیم نیاز از شهر کابل یکو نیم دقیقہ وقت دریم جو مشخصاږي روی سوال برادر بیاویم یک چیز خوبه یې نو بر ما یاداوري كردني چې حساسيتو اکثرا در اکثريت موارد بطنوي واقع نه ميشن امكان دري کس حساسيت فاصله داشته وشه همزمان به و حساسيت جلي داشته وشه یعنی در هر دو فردي کې حساسيت فاصله دره امكان دري يکي از اينو як حساسیت جلدی داشته باشه امکان داره یک نفستنگی حساسیتی داشته باشه امکان داره یک التهاب سینوس های روی استخوان های روی داشته باشه امکان داره مشکلات گوش داشته باشه ده. یعنی حساسیت ها اکثرا امکان داره مشترک باشه یک مریض که حساسیت فصلی داره حساسیت جلدی داره ده. برای مریضام واګه خوبی که ده قسمت حساسیت های است که قواعد تدویش مشترک است یعنی اگر یک کسی حساسیت غذایی داره یا کسی حساسیت فصلی داره یا کسی حساسیت نفسنگی حساسیت داره در دایمه موارد اکثرا همدوی کو برمرستو توصیه میکنیم یا په اهتماماتی که بر مریض گرفته میشه اکثرا نهتمات مشترک است چیزی که بر حساسیت غذایی توصیه میکنیم بر حساسیت فصلی نو موارد توصیه میکنیم اما بازم تکرار میکنم که اصل اومده د تداوی مریضای حساسیت هی هر حساسیت کی باشه دور نگاه داشتنه خود از فاکتورای اساسساز تا زمانی که با فاکتور اساسساز مواجه هستین مشکلات تشکر سلامت باشین لطف کردین از امروز تشریف آوردین شما, شما, شما میتونین تکرار برنامه را 11 نیم شب الی 11 نیم الی 12 نیم شما ببینین یک ساعت برنامه تکرار داره و همچنان مال لینک ای بخش با شما در صفحه خود شریک میتازیم میتونین که شما ای بخش در یوتیوب هم تماشا کنین وقفه میگیریم